برگشتیم دوستان عزیز، در ادامه برنامه گلبانگ با شما هستیم و خوشبختانه که ورزشکار مستعد و موفق در برنامه حضور پیدا کردن که مجیب افغان هستند. ایشان مشخصا ورزشکار مبارزات آزاد یعنی MMA هستند که بیشتر صحبت می داشته باشیم دوستان عزیز در مورد کارکردها و دستاوردهایشان. البته باید بگویم که 3 ساعت بعد یک مسابقه همچنان داره که در مورد از هم صحبت می داشته باشیم. قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام مجیب عزیز، صبح بخیر. خیلی به برنامه خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز که از پشت تلویزیون ما را فعلا میبینن و کارگردان عزیز که فعلا داخل تلویزیون هستن. سلامت بشی، تشکر، بخیر بشی. صبح چگونه آغاز کردی؟ بسیار یک صبح خوب است، به خاطر که فایده پیشری دارم دیگه، یک صبح خوش است برام. قربانت بخیر بشی. یک معرفی خود را بکو مجیب جان. مجیب افغان است، یکی از بهترین فایترهای MMA افغانستان که مشهور به دروگر افغانستان است. مشهور به چی؟ دروگر. چی معنی؟ معنی از این که درو میکنم. خواه دروگر وزن خود. آها دیگه نمیخونم بخاطر از این. بسیار خوب. چون استادم خلیفه میگه کلگی خواستن برای ممین نام یا لقب بولن دروگر، بسیار خوب نام است. دیگه مدت 8 سال میشه تمرین میکنم به استاد امید افغان که وقت قرارانساز افغانستان است. 8 سال در یک رشته؟ یک رشته. نه پهلوانی هم میکردم. پهلوانی هم میکردم. چند سال پهلوانی؟ 3 سال پهلوانی کردم. 3 سال پهلوانی. چقدر تأثیر داشته روی مبارزات آزاد این پهلوانی کردنت؟ پهلوانی بسیار خوب رشته است. وقت یک رشته است که فری فایت یک رشته است که باید هر لحاظ از پر باشی. بله. جمناستیک، بوکس، پهلوانی، هر لحاظ باید داشته باشی. فعلا افغانستان که است که یک دم جوانای ما رست میاد فری فایت. و ملکای خارج که فهمیدید فری فایت پهلوانی نداشتی، بوکس نداشتی، این چیزا رو نداشتی، همین می نمونه تا. خب میشه در مورد دستاوردهات هم اشاره داشته باشی؟ اول قبل از اینکه در مورد دستاوردهات بگویی، در مورد ازی بگو که خودت چگونه مبارزات آزاد در نظر داری، چگونه ارزیابیش میکنی، چرا جوان ها بیشتر علاقه نشان میدن به مبارزات آزاد؟ مبارزات آزاد که هست یک رشته بسیار خوب است، یک رشته است که وقت زود میرسی یک جای که اگر شوقش داشته باشی و علاقش داشته باشی بخوای یک سطح خود رسانده میتونی و میتونی پرچم افغانستان در بهترین ملکای دنیا بلند بسازی و یک قهرمانی میتونی به افغانستان بیاری. در دیگر رشته نمیتونی؟ دیگر رشته میتونی ولی نسبت به فری فایت نمیتونی. فری فایت که هست چرا مشناسید مردم فری فایت خیلی مردم دوست داره. نسبت به پهلوانی و بوکس ما هر رشته رو داریم، هر رقم قهرمان داریم، در رشته پهلوانی داریم، بوکس داریم، هر لحاظ داریم، ولی فری فایت که هست فعلا دیگه. بله. 8 ساله که خودت تمرین کردی، چقدر دستاورد داری، چند مسابقه انجام دادی، چند برد و چند باخت داری؟ 28 مسابقه دارم بدون کدام باخت. دو خارجی دارم یک، دیگه داخلی دارم. آخرین مسابقه با کی بوده؟ آخرین مسابقه با افغانی بوده. با افغانی؟ در سطح کلاب‌ها برگزار شده بود؟ نه، در سازمان MKFC شرک امنیت دو جا بوده. خب بردیش؟ نکاوت کردم. نکاوت کردیش؟ در راوند اول. ماشاءالله. خب میشه بگی که با چی چالش هایی در 8 سال که خودت تمرین کردی، با چی چالش هایی مواجه شدی؟ چگونه توانستی که انگیزه خودت حفظ بکنی؟ بخاطر درس خواندن خود انگیزه حفظ نکردی؟ چگونه توانستی که 8 سال انگیزه بخاطر ورزش کردن حفظ بکنی؟ دیگه وقت روزای سخت را گذارد سفری کردیم، روزای خوبی هم بوده، روزای سخت هم بوده، اوگار هم شده، میدان شده، بینی، دست و هر روزای دیگه خوب بعد هر کار از خود خوب بعد داره. آها، بدون شک هر رشته، هر کار، هر پیشه‌ای که انسان در پیش میگیره مطمئنم که مشکلات خود هم داشته باشه. میشه در مورد مسابقه‌ای که 3 ساعت بعد هست اشاره داشته باشی که با کی هست، چقدر آمادگی برش گرفتی و چقدر بالای خود اطمینان داری که موفق میشی ان شاء الله؟ ما انشالله که تقریبا 3 ساعت بعد مسابقه هم هستک، یکی از فایترهای قندوز هستک که از قندوز آمده، فعلا در افغانستان در وزن خود هیچ حریف نداره و ما ماندیم و اگر مرا بزنه شاید کمربند افغانستان بگیره، چون این فایت هم هستک امروی داخلی و این فایت که از ببرم بعد این فایت هم در پاکستان هست سر کمربند افغانستان. چقدر برای شما آمادگی گرفتی؟ آمادگی زیاد گرفتیم برای این فایت افغانیم. مدت 2 ماه میشه که من تمرین میکنم و یک هفته شده که من در قرنطین هستم. وقتی که یک ورزشکار تمرین چی میداشته باشه، مسابقه میداشته باشه، تنها فقط آمادگی فیزیکی نیاز هست یا نه آمادگی روحی و روانی همچنان نیاز هست؟ نیاز، هر لحاظ نیاز داره، فیزیکی نیاز است، روحی نیاز است که بخاطر که تکنیک باید ذهنت از خود تکنیک باید داشته باشی، این نیکی از یکی دیگر را سعی کنی، چون از خود اگر تکنیک داشته باشی دفاع نداره، اگر از یکی دیگر را بگیری بازی دفاع داره، باید
از هر لحاظ بهتر باشی. قبل از مسابقه از کدام تکنیکا باید استفاده بکنی که بتونی باز حریف تا شکست بدی؟ قبل از مسابقه باید پهلوانی زیاد بسازی. پهلوانی تو بسیار باید کار کنی. فعلا قهرمانان افغانستان وقت کلش کسک پهلوانی زیاد دارن. پهلوانی سابنشان، باید سابنشان سر زیاد کار کنی. بله، در مورد رژیم غذایی هم چنان بگو که رژیم غذایی خودت چگونه هست؟ رژیم غذایی فعلا یک هفته شده فقط اما قدر یک میوه که میوه میده فقط فعال باشه بس خلاص. بخاطر اینکه وزن کم شوه یا وزن کم شود که بخاطر اینکه چست باشی به خاطر فایده. خب ورزشکار که از پروتئین استفاده میکنه برش مفید هست یا خیر؟ خودت هم استفاده میکنی؟ نه، از پروتئین از این لحاظ کسی که رشته جیم او را پیش میبره، کسی میخواه که جان خود جور کنه و چاق شوه یا گرته شوه یکان تو ستایل خوش داره بخاطر ستایل خود میخواه هر رقم. و از من کسی که رشته هست که این چیزها را نیازیت ندارم و این نید قصیش هست. بله، انشالله که مسابقه که در پیش داری موفق باشی، موفق شوی و بعدا باز در برنامه دعوتت بکنیم روی دستاوردت صحبت بکنیم. ما میخواییم که یک خاطری خودت ازت بشنوم که در جریان تمرین باشه، در کلب باشه یا در بیرون، اگر با کدام خاطری سر خورده باشی که همیشه به یادت بیاید و خنده بکنی میشه که صحبت بکنی. کدام خاطری خوش ندارم؟ هیچ خاطری خوش نداری در زندگی؟ چرا؟ چون دیگه والا چی بگم؟ خاطره خوش که نداری، خاطره بد خود داری. خاطره بد زیاد دارم. خاطره بد از حکومت بگویی، از دولت بگویی، از مردم بگویی، وقت خاطره بد بسیار زیاد دارم. پشتش نمیگردم. از مردم چی خاطره بد داری؟ مردم از همه خاطره بد دارم که یک ورزشکار خدا حمایت نمیکنن. یک ورزشکار میبینن نمیگن که می یک ورزشکار است، همی یک لیاقت یک چیز داره. ولی که تو میدالن یک گپ زیافه که خدا میزنن که والا ورزشکار خنا خدا اعلام میده در راه میره یا دیگه میکنه، فهمیدین از ورزش خود استفاده میکنه. سلامت باشی، تشکر. اخلاق ورزشی باید چگونه باشه؟ یک ورزشکار باید اخلاق ورزشی داشته باشه که مردم براش احترام بکنه، به یقیده خواه هستی؟ اخلاق نداشتی ورزش نکو. دقیقا ورزش چون اخلاق واقع بار کنین که بعضی همه سرمایه هست، اخلاق داشته باشی در ورزش بسیار خوب هست، ولی اگر اخلاق نداشتی ورزشکار نیستی، تو از جمع ورزشکارا نیستی. چون اخلاق و درشته امیمه بر خصوص اخلاق خیلی مهم چیز است. اخلاق عاجزی به خاطر که من خودم میفهمم که ورزشکار هستم، من میتونم که یک نفر را یک مشت بزنم. بله. نمیتونم امروز از این جنگ کنم. کدوم نفس رو استفاده کردی؟ نه، شکر الله جنگ نکردی؟ از جنگ کردیم، تو زیاد جنگ کردیم، ولی از ورزش خود استفاده نکردیم. از ورزش استفاده بکنی؟ نکردیم استفاده. چون تو زبانی جنگ کردیم، وار نکردیم سر فعلا سر کس. بسیار خوب. پیام خودت هم داشته باشیم. پیام خاصی ندارم، فقط پیام خاصی دارم با جوانا که قوم پرستی رو نکنین، بیاین دست به دست به هم بدیم. کل ما شما افغانستان، از فعلا افغانستان به ما شما نیاز داره. باید افغانستان ما شما بسازیم و قوم پرستی نکنین دیگه. سلامت باشی، تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. ان شاء الله که در تمام عرصه های زندگیت موفق باشی. سلامت باشی، بخیر باشی. خب دوستان عزیز، بسیط تصویری آماده نشر است. پس از میان برنامه کوتاه دوباره زود برمیگردیم.